خوش اومدیم، ما توی شهر اشتراسبورگ هستیم، اولین شهر مرزی آلمان و فرانسه، ولی توی فرانسه قرار داره که خیلی بانمکه. از رودخونه راین که میدونین، همه میدونن رودخونه راین توی کجاست؟ توی آلمانه. اما از روی راین یه پل زدن، این بر راین آلمانه، این بر راین فرانسه است که الان توی فیلمه من سوار اتوبوس بودم، میتونین ببینینش. شهر اشتراسبورگ دقیقاً اولین شهر مرزی آلمان و فرانسه است، یعنی فرانسه قرار داره. حد جالبیش اینه که از روی رودخونه راین، وسط راین این برش آلمان، اون برش فرانسه است و از طریق یه پل به هم دیگه وصلن که ما الان توی اتوبوسی داریم از آلمان میریم فرانسه و از روی رودخونه راین که رد بشیم وسط باره دقیقا یه جا هستش که نمیشه به فرانسه خوش اومدید. الان میبینید و اینجایی که میبینید رودخونه راینه که از این پل، اینجایی که این پرچمه هست، این ورش آلمانه و این ورش فرانسه شروع میشه. فرانسه شدیم. شهر اشتراسبورگ نزدیک 280,000 نفر جمعیت داره که زبانش فرانسویه، ولی همشون توی مدرسه آلمانی یاد میگیرن، خب چون مسلماً مرز آلمانه بود و آلمانی هم یه زبانیه که فکر میکنم مثلا مثل فرانسوی همه یه اروپا بلده، لهستان، رومانی، یوگسلاوی، اینا همش آلمانی بلدن. کشورهای آلمانی زبانم خیلی زیاده، به هر حال مثلا آلمان و سوئیس و اتریش و اون یکی کوچولوی چه لیختنشتاین و این چیزا همش آلمانی صحبت میکنن. شهر اشتراسبورگ به چی معروفه؟ اصلا کسی نمیشناسه اشتراسبورگ چی هستم. نه، ولی خیلی معروفه توی اروپا. چرا؟ برای اینکه به عنوان مرکز قانون‌گذاری اروپا محسوب میشه. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه توی اروپا خیلی معروفه، چون پارلمان اروپا توی اشتراسبورگ، مرکز مشاوره اروپا توی اشتراسبورگ، دادگاه حقوق بشر اروپا توی اشتراسبورگ و خیلی چیزای مهم دیگه که به ایالات اتحادیه اروپا ربط داره در شهر اشتراسبورگ میباشد. ما الان دوستان گم شدن، داریم پیاده میریم به سمت وسط شهرش. یه روزه اومدیم، ما آلمان بودیم یه روزه، الان رسیدیم. ساعت چنده؟ یک اینجورا تقریبا رسیدیم اینجا و میخوایم یه روزه کل شهر رو بگردیم. وسط شهرشو بهتون نشون میدم تا بعد. اینجا پلاس ده لا گراند بوشری گروس متزینگ. یه میدون خیلی خوشگل با کافه بارهای زیبا، با خونه های رنگ و رنگ سبک فرانسوی. نه خدا، هیچ جا به اندازه زوریخ ساحلی نبود، تهش انگار به دریا میخورد. آره این فرانسوی واقعی. چرا مدل نداری؟ مدل نداری؟ چنده؟ نه. یه فرانسوی واقعی این شکلیه. کلاهای فرانسوی تور امتحان کنیم. مهم نه که بلنده نمیشه، ببین وگرنه رویشون خیلی زیبا بلنده شد. بلنده نه، به خاطر آره بالا بسته. نه اینوری. باحال میشه وقت کردی از اینا سواشی. وقت کردیم که فکر نکنم وقت کردیم. همه هم گذاشتن، یعنی یه نفر فرانسوی نمیفهمه. آشه صدا پخش نمیشه، فقط صدا مطمئن. نه آره دیگه نمیفکرم ترنزلیت.
شهر استراسبورگ چون توی مرز آلمان و فرانسه است، آرشیتکتورش دقیقاً معماریش یعنی دقیقاً ترکیبی از این دو تا کشور شده. یعنی هم شما خونه های اینجوری میبینین، بزن شد کنم اینجوری میبینین که توی آلمان خیلی زیاده، و هم خونه های این مدلی میبینین که توی فرانسه خیلی معروفن. دوباره میبینین سبک آلمانی، سبک فرانسوی، سبک فرانسوی، سبک آلمانی، سبک فرانسوی، همینجوری ادامه داره. دو تا سبکای معماری توی این شهر دیده میشه. درصد چارج داره. این شهر نزدیک 2000 سال پیش ساخته شده، زمان رومان ها، و همونجور که دیدین اینجاهایی که نشونتون دادم همه از این ساختمان های رنگ و رنگ بود، و الان از اینجا به بعد شما اینو میبینین، استراسبورگ مونستر، کلیسای معروف استراسبورگ که سال 1010 شروع کردن به ساختن، یعنی 1019 سال پیش تقریبا ساختنش، نه شروع کردن به ساختن البته، و نزدیک 300 سال ساختنش طول کشیده. 1010 اینجوره که شروع کردن به ساختن، تازه 1300 خورده ای تموم شده. و اینجا هم همش خونه های سبک فرانسوی، و یه هم مثلا این ساخته اونه به سبک آلمانی، و این به سبک گوتیک و رمان ها. اینجا مردم دارن نقاشی میکشن از هم دیگه، هنرمندایی که از مردم، از توریست ها نقاشی میکشن. پورتره بیسی رو کاریکاتور در یکی هم اون ته داره تایتانیک رو میزنه. همینجور که اینجا میبینین پرچم فرانسه، آلمان و ایتالیا. چی بگیرم؟ تایم لپس بگیرم؟
خب ما الان ازمون کاریکاتور کشید. بچه‌ها هر کی کاریکاتورش دستشونه، ایشون داره شیپور میزنه، ایشون هم مال من اینطوری است، برای ایشون اینجایی است. خیلی خنده دار شده بود. 10 یورو فقط. همه‌شون اینجا نشستن دارن کاریکاتور میکشن. 10 یورو واقعا میارزید. ما الان میخوایم بریم توی کلیسای استراسبورگ مونستا. اینجا هم که خونه های رنگ با رنگ از همه رنگ. بریم تو؟ و ما الان میریم این تو. امیدوارم اینجا دیگه نگن فیلم برداری ممنوع. تا الان که تو آلمان و سوئیس نداشتن ما جای فیلم بگیریم. این بره برودی نوشته. خب چقدر مجسمه. بخمید داخل، بخمید داخل. بابا کر شدم. کجاست برودیش؟ این آقایه بود تا الان داشت انقدر قشنگ ساز میزن. ننوشته فیلم برداری ممنوع. چه سرده؟ چقدر خوشگله بچه ها. خب مثلا مسجد ها همشون شبیه همه دیگه. حالا این چه فرقی با قبل نیست داشت؟ بگه خودی که هم خدا هیچ کلیسایی به زیبایی استفانزدوم ما نیست. توش گچکاری داره. نه نبود. اینجا قصر روحانه. موزه آرکئولوژی توشه، موزه باستان شناسی توشه، قصر روحان.